بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحث ما راجع است به نظر دکارت راجع به آزادی. دکارت در زمانی که بود زمان بحث‌های تند مذهبی بود بین خودمون، جناح‌های مختلف، گرایش‌های مختلف مذهبی و بین مذهبی‌ها و طرفداران اصالت انسان هیومانیست‌ها. و چون خود او آقای دکارت خیلی میل نداشت که تو این دعواها بیفته، عدل مقدور نمی‌نوشت و اون مقدارم که می‌نوشت اصرار داشت که بعد از مرگش منتشر بشه، برای که نگران بود این که جدل بر بیانگیزد و دعوا را می‌نوشت. اون هم که می‌نوشت و می‌گذاشت که منتشر بشه خیلی فشرده می‌نوشت و بسیار سخت، غالبا نفهمن و چون نمی‌فهمن اعتراض و این چیزا هم کمتر بکنن و خود امتحان میکرد. یعنی بیشتر روش هایی که به کار میبرد رو مینوشت، اهل این که مثلا این نظریه ی عرضه بکنه و چیزا، اما این به این تقریب عمل نمیکرد، بیشتر روش بشنان این روش هم خودش به کار میبرد. حالا شما در ضمن این آرای او ملاحظه میکنید که این مقدار به دلیل این که برداشتاش یه برداشتایی بوده که با مسیحیت اون زمان سازگاری نداشته، جرأت نمیکرده اینها رو بنویسه. بعضی چیزا هم که مینوشته مجبور شده بعد یه جوری چیزای دیگه ای بنویسه که اون اعتراضات مقامات مذهبی رو تخفیف بده یا مثلا از بین ببره. میگوید به این که وقتی این مثلا دیسکو دولامتود رو نوشت، امیدش این بود که مقامات دینی توجه میکنن به اینکه منطق ارسطویی تا کجا مخالف دانش و بینشه واقعی است و کنار میگذارن. میگفت به اینکه این منطق ارسطو نه تنها مساعد درک و فهم واقعی نیست از مسائل، بلکه خود مانع. و اصلا منطق ارسطویی وقتی به کار میاد که شما حقیقت رو شناخته باشی، واقعیت رو شناخته باشی، بخوای بیان کنی. به درد خودش شناختن نمیاد که به کار ببری که بینی واقعیت چیست. ولی وقتی که این به اصطلاح دیسکور رو نوشت، دید نه اثری ظاهر نکرد و این حضرات دست از اون منطق ارسطویی برنداشتن. اشتباه او به گمان من این بوده که فکر میکرد که اونها از جهت نیاز شناخت به اون منطق چسبیدن، حالی که نه، اونها از جهت نیاز قدرت به اون منطق چسبیده بودن. چون مثلا رابطه بین مقام دینی و پیرو به اون دین رو تغییر میداد و این پیرو رو ناگزیر میکرد فلسفه ارسطویی از اطاعت از اون مقام دینی. حالا برم، پس روشی که او پیشنهاد میکند در اصل همون آیه قرآنی است که میگوید تا شما به چیزی علم قطعی پیدا نکنید نیستید. اینا این همین جمله رو میگوید، میگوید تا وقتی که شما علم قطعی پیدا نکنید، اون علم مجمل مثلا اجمالی شما، علم مبهم شما کافی نیست. ما آزاد نمیشوید، آزاد وقتی میشوید که یک شناخت قطعی پیدا میکنید. پس آزادی رو در دید او عبارت میشود از رابطه که انسان به مسابقه موجود متفکر با موضوع شناخت، اون چیزی که میخواد بشناسه. وقتی خوب شناخت، این آزادی به دست میاد. پس انسان به تفکر و شناخت به اصطلاح دو پایه اساسی در بینش او از آزادی است. پس اول دستوری که به اصطلاح عنوان روش پیشنهاد میکند برای انسانی که میخواد آزاد بشود این است که برای اینکه شما اشتباه نکنید باید علم قطعی پیدا کنید. برای اینکه علم قطعی پیدا کنید باید تا اونجا برید که مطمئن بشید اون موضوع رو خوب شناختید. این به اصطلاح متد کارتزیان همینه. به این جهتی که حالا بعد میاد میگم به شما که به اصطلاح یکی از شکایی که او داره عبارت از شک متدیک، شک روشی است. این است که در متد
دکارتی یک پرومیر پارتی به اصطلاح قسمت اول هست که شما به اصطلاح کوشش میکنی میگه اینه، مثلا من اینجوری شناختم، بعد یک شک متدیک میکنی میگه اصلا اینایی که من در قسمت اول گفتم به کلی باطله به این دلایل، بعد به این نتیجه میرسی که این نتیجه به شما میگوید که به اصطلاح شناختی که پیدا کردی خالی از اشتباه است. این است که فرانسوی ها چون همین متد رو خوب کردن و به کار میبرن، این چیزایی که می نویسن یک انترودکسیون داره، به اصطلاح یک مدخل داره، یک قسمت اول داره، یک قسمت دوم داره. اونطور این که مسئله که قسمت اول و قسمت دوم غالبا اینه که از بیرون میان آشنا نیستن به این طرز فکر به اصطلاح دکارتی، خیال میکنن مثلا فرض کنید قسمت دوم یه چیزه، هر چی دلت خواست بنویس، قسمت اول یه چیزه، بعد یه کنکلوژن هم آخر کنید، ربط اینها رو به هم نمیبینن. نه، قسمت دوم در واقع یک شکی است که شما میکنید به تمام اون قسمت اول، از بای بسم الله به صلاح دیتا یا ایتمت یه رد میکنید اونا رو، در کنکلوژن به صلاح مقابله میکنید و میگید که این حقیقت کدام است. خب پس در واقع اون قضاوت میکنید دیگه، در کنکلوژن شما قضاوت میکنید، میگوید آزادی همین توانایی قضاوت است. این توانایی که شما دارید که داوری میکنید، میگید که این درست است یا اون درست است یا هیچ کدوم درست نیست، میگه من میگویم مثلا در نتیجه میرسم مثلا میگم نه آ به دو الف بره درسته نه به مثلا سه درسته. شما از کجا باید راه بیفتی تا به این داوری برسی؟ یاد شما باشه در بحث های پیش گفتیم که دکن میگفت به این که بیطرفی آزادی است، چون شما چسبیده نیستی به یکی از طرف ها و مستقلی میتوانی به این سیاسفید زرد قرمز آبی انتخاب بکنید، این بیطرفی آزادی شماست. حالا این دکارت در واقع این نظر رو رد میکنه به این دلیل که میگوید که در اول کار شما بیطرفی باید بیطرف باشی، هستن برای اینکه اگر بخوای طرف هر کدوم از این آ درست است یا ب درست است باشه باشید، بنابراین از پیش هنوز شناخت پیدا نکرده، شما انتخاب کردی، در واقع انتخاب شدی، نه انتخاب کردی، انتخاب شدی، برای اینکه از پیش برای شما الف درست است، هنوز تحقیق نکرده چجوری الف درست است، پس باید بی‌طرف باشی نسبت به این دلیل یا اون دلیل، باید به کلی بی‌طرف باشی. و این اقل آزادی است، یعنی اون حد پایین ترین حد آزادی است. بالاترین حد آزادی کجاست؟ وقتی است که شما از این بی‌طرفی حالا راه افتادی، بعد رسیدی به یک علم قطعی، وقتی رسیدی به این علم قطعی دیگه بی‌طرف نمیتوانی باشی، برای اینکه بین علم و جهل اگر شما بی‌طرف باشی در واقع مثل این است که به جهل یه همسطح علم مقامی دادی و از اینجا آزادی تر دست دادی، برای اینکه تر تأثیر جهل قرار گرفتی. از اینجا به بعد این تعینی که پیدا میکنی، یعنی این به اصطلاح میگویی که من به این نتیجه رسیدم که دلیل به درست است، این به اصطلاح تا گفتی درست است، یعنی به خودت یک تعینی دادی، یعنی حد و رسم معین کردی، گفتی این من به این نتیجه رسیدم که این رنگ آبی این درست است، پس این یه رنگ معین کردی، یه نظری معین کردی، یه فکری معین کردی. این تعیین به خلاف اون چی که در ابتدا به نظر میرسید خلاف آزادی نیست، این آزادی است، برای اینکه از اندیشه شما آمده، نتیجه شناختی است و زحمتی کشیدی، خودت کاری کردی، روشی به کار بردی، رسیدی به اینکه این نتیجه که گرفتی این علمه. پایینجا آزاد شدی، این مرتبه بالای آزادی است. خب حالا از کجا بدانیم که این نتیجه‌ای که شما گرفتی تحت تأثیر عوامل بیرونی نبوده؟ از کجا آمده یه عواملی تأثیر کرده شما به علم قطعی نرسیدی؟ تأثیر اثر اون عوامل گفتی که استدلال الف بهتره یا استدلال ب بهتره،
از کجا میگه که این از کجا بدانیم که شما به علم قطعی رسیدی آزاد شدی؟ حالا آزادی واقعی به دست آوردی، حالا کامل مثلا میگوید که از کجا بدانیم واقعا ما خودمون با یه روش مستقل از تأثیرات بیرونی با یک روش علمی رسیدیم به این نتیجه علمی و حالا برامون روشنه که اون چی به دست آوردیم شناخت واقعی است. میگه از خودجوشی، ضابطش خودجوشی است. انسان به طور وقتی به طور خودجوش بدون اینکه هیچ فشاری از هیچ جا دریافت بکند به یک نتیجه رسید، یک تعلق خاطری که او رو ناگزیر بکنه که بگه این بهتر است یا اون بهتر است، کاملا بی‌طرف آزاد، اصلا به کلی بریده از تمام اون چیزایی که در خارج انسان است، به طرف یک شناخت یک موضوع رفت و رسید به این نتیجه ای. اون علمی که به طور خودجوش با آدم دست میدهد، این به اصطلاح مستقل از تأثیرات بیرونی است و آزادی انسان است. اون داوری که شما میکنید اراده آزادی است که اظهار میکنید. خب حالا پس ضابطه شد خودجوشی، حالا از کجا شما میدونی که تر تأثیر واقع نشدی و شما علم داشتی؟ خب میگیم که فهمیدی که مثلا امروزه در تأثیرات مثبت و منفی کردن، اما اگر ندونستی اصلا تر ممتنه یه جوری تر تأثیر عواملی قرار گرسی بدون که بدانی، از کجا میگی که خودجوش اونجای کاری که کردی خودت آمده؟ میگه که اینجا یه مسئله دقیقیست، واقعا متوجه میشید که شما خود این فیلسوف وقتی این انتقاد رو ازش کردن یا خود برای خودش طرح کرده، متوجه شده که بر پایه سنویت نمیشود رسید به اون خودجوشی مستقل از عوامل بیرونی، برای اینکه وقتی گفتی اصل بر این است که دوتا پایه وجود داره، شما ناچار تحت تأثیر دو عاملی، درست؟ پس ناچار تحت تأثیر عامل خارجی هستی، چون دوالیزم دیگه ده. سنویت یعنی این، حتی اگر شما بگین سنویت درونی است مثل هگل، باز هم برای اینکه این عمل بکنه باید از خودش به اصطلاح بیرون بره، پس یه رابطه با بیرونی به وجود میاد که دترمینه میکنه که جه به اصطلاح به شما انگ خود چه میزنه و متعیم میکنه شما رو. توی از اون وقتی که ایشون این فکر میکرد، همون وقتی که نشسته بود و میگه اصلا من هستم یا نیستم، اصلا وجود ما یه وجود واقعی یا نیست، بحث فلسفه ایدئالی و فلسفه مثلا غیر ایدئالی، اون ایدئالیست ها میگفتن هرچی هست مجاز دیگه، صورت شکلش واقعیتی نداره. اون وقت که این نشست اینجوری که من هستم یا نه و گفت je pense donc je suis، من فکر میکنم پس هستم، حالا فکر میکنم هم متوجه شدید که همجوری نیست که همجوری فکر هوایی میگوید میکنم، یک روشیست که به کار میبرد برای شناختن، میگوید چون من میشناسم، در واقع معناش این میشود چون من شروع میکنم از بیطرفی در شناختن هر موضوعی و میرسم به شناخت او و حکم میکنم و داوری میکنم، نظر میدهم که این مسئله اینجور است، پس من هست. به صورت دیگه ای که در پایان این بحث میبینید میگوید چون من میآفرینم پس هستم، چون اندیشه که شناختی که پیدا میکند در واقع یه خلاقیتیست که از خود بروز میده. ها چه وقت من میگویم جو پانس دونگ جو سوی؟ وقتی که من غافلم از اون چه در بیرون من طبیعت موجود غیر متفکر در ذهن من حاضر نیست، هنوز به صورت چیزای اشیای فیزیکیست، چرا باید بتوانه در من اثر بکنه؟ پس در اون زمان که دارم راجع به خودم فکر میکنم، اصلا من هستم یا نیستم، به کلی خالی کردم خود رو از اون چه که در بیرون من هست که طبیعت بیجانیست و میگویم که من فکر میکنم پس هست. در اونها اون حالت حالت خودجوشیست. پس در برای این که ما به اصطلاح اندیشه خودجوش عمل بکنه تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار نگیرد، انسان میباید
به کلی از تأثیرات بیرونی مستقل باشه. حالا میاد اینجا به این که پس وقتی دکارت میخواد که به اصطلاح از عوامل بیرونی مستقل باشه باید خود باشد و اون موضوع و دیگر هیچ. اما چه وقت میشود اینجور انجام باشه؟ اینجاست که در واقع اون چیزی که نمیتوانسته در اون زمان اظهار بکنه مشکل کارش بوده. چه وقت انسان میرسه به جایی که یعنی میتوانه خود رو مستقل کنه از تأثیرات بیرون؟ وقتی یک اصل راهنمایی داشته باشه که این اصل راهنما محلی برای این تأثیرات بیرونی نگذاره. پس دکارت متوجه این بوده که نمیتوان آزادی رو بر یک اصلی تعریف کرد که خود به خود اون اصل مغایر این تعریف اوست. شما نمیتوانی بگویی که داوری خودجوش این آزادی است وقتی این داوری شناخت واقعی کامل از موضوع شناخت باشه. حالا موضوع شناخت شما هرچی مقاد باشه، مگر اینکه اون اصل راهنمایی که این داوری رو ممکن میکنه خودش ضد این داوری نباشه. خب وقتی کسی گفت که علم رو باید تا جایی رفت که قطعیت پیدا کنه، یعنی آیه قرآنی تکرار کرد، حالا من اون وقت این وارد بوده به قرآن نبوده اینم نمیدونم که بوده یا نبوده، برای اینکه گفتم اون خیلی پرهیز داشته از اینکه کسی راجع به زندگیش اطلاعی داشته باشه، خود چون که اطلاعی به دست نمیداده. اونا هم که بعد آمدن نفی نداشتن در اینکه بگم که این چه میگرده چه میگرده، اما از این حرفش پیداست که میدونسته که بر پایه ثنویت، ثنویت خصوص اون حاکم بر مسیحیت ارسطویی و غیر ارسطویی است، نمیشود آزادی رو تعریف کرد. خود این مسئله خودجوشی و خود این که بین انسان و محصول کار دماغی انسان از این طریق میخواد آزادی رو معین بکنه، داره باید خواهید دید که این چرا تضاهم پیدا میکنه با فکر مسئله حاکم اون وقت. اینها نشون میده که فی الجمله حالیش بوده که بر پایه توحید میتوان آزادی رو تعریف کرد، بر پایه ثنویت نمیتوان. برای اینکه بر پایه ثنویت قبلا هم گفتم ممکن نیست شما بتوانید به حالت خودجوشی برسید، یعنی خودجوشی پیدا کنید، خود به خود پذیرفتید ثنویت، یعنی تعین دیگه جبر، پذیرفتید جبر رو به عنوان پایه. اگر شما پذیرفتید که جبر پایه است، چگونه میتوانید خود رو بعد یه تعریفی بکنید از آزادی که مغایر این پایه باشه؟ البته در پرنسیپ ها او جوری که حرف بزنه که به کاسه گوجه کسی بر نخورد و اینا کوشش کرده که به اصطلاح بگه که اون پرنسیپ ها باید متناسب باشن با روشی که شما به کار میبرید برای شناخت. اگر نباشن شما به شناخت نمیرسید، برای اینکه آزاد نیستید که نه اون بیطرفی رو دارید از ابتدا. مثلا فرض کنید حالا در ایران خود ما این مرسوم بود، این به اصطلاح این تضاد خود رو محصول کرده بودن. خب بزنید این آقای فرض کنید که حزب توده را می افتاد، از ابتدا جاش معین کرده بود، خودش شروع کرده بود قیم طبقه کارگر، بقیه هم یا بورژوا بودن یا خرد بورژوا بودن یا عامل امپریالیسم و غیر زاله بسیار. حالا می خواهد این مسئله رو بشناس و این نسبت به مسئله بیطرف نبود. اول میگم این موضوع من اینه ثابت میخواد ثابت بکنه اون حق با اوز و تمام ناحق با طرف مقابل اوز. حالا کسی موافق جبر باشه میگه همین درسته، شناخت اینه. اما دکارت این نبود، چون میگوید باید با خودجوشی برسی به این قضیه، از ابتدا هم بیطرف باشی، پس بر اون اساس اون تضاد نمیتوانی شما به این ترتیبی که دکارت میگوید به شناخت برسید. توجه کرد چی شو؟ خب پس حالا اون چرا که گفتیم تا اینجا میشود این که از دید او بی تفاوتی در پایین ترین مرحله است، آغاز به اصطلاح کاره، پایین ترین حد آزادی است. هر چی شما بر شناخت بیافزایید و این مسلم کنید علم خودتون رو، بر درجه آزادی خود افزود. میگوید که یک منعقدی که روی کارهای دکارت کار کرده
میگوید که دکارت بعد از این نظر برگشت که این بی‌تفاوتی همیشه آزادی نیست. بسیار جاها اصلا خلاف حالا میخواهیم دید. بعضی جاها میگوید نه، بی‌تفاوتی مثلا بین حق و باطل، بی‌تفاوتی حتی حد پایین آزادی هم نیست، به اصطلاح گریز از آزادی است، سر چشم پوشیدن از آزادی است. میگه نه، این چون اون وقت بهش انتقاد کردن، بعد این انتقادها سبب شد که او از این رأیش برگشت، گفت نه آزادی همون بی‌طرفیه. حالا ببینیم که خود دکارت چه میگوید. اول چند تا مثال میاره. مثال اول از خودش شروع میکنه. میگه وقتی من گفتم که je pense donc je suis، چه کسی مرا مجبور کرد که بگویم که من چون فکر میکنم هستم؟ چه عامل بیرونی در من اثر گذاشت که من بگم چون فکر میکنم هستم؟ هیچ. برای اگر عامل بیرونی در من اثر میگذاشت، من نمیتوانستم این جمله رو بگویم. توجه کردی؟ چون میگفتم اون هست، اون عامل بیرونی هست که من رو برانگیخت این حرف رو بزنم، پس من نیستم. حال اینکه چون من به کلی مستقل بودم از عامل بیرونی، کاملا خوددوشی داشتم دیگه، نسبت به خودم داشتم حرف میزدم، پس توانستم بگویم که به این نتیجه برسم، به این شناخت واقعیت برسم که خودم هم خود رو به عنوان یک واقعیت به طور کامل بشناسم، به عنوان موجود متفکر بشناسم و بگویم من هستم. حالا اگر من در این مسئله خود هستم، خودتون فکر میکنم هستم، اگر از بی‌طرفی شروع نکرده بودم، مثلا اگر شروع کرده بودم از اینجا بگم که مثل ایدالیستا که نخیر من مجازیم، خب یه فکر بیرونی که قبلا وجود داشته به اینکه همه مجاز است، مرا برانگیخته به اینکه بگویم من مجازم. یا عکسش، اگر من قد میگذاشتم به اینکه نخیر هستم، باز به این خودجوشی نمیرسیدم، باز اون عامل بیرونی بود که من رو ناگزیر میکرد که بگویم من هستم. اما وقتی بیطرف شدم، واقعا خواستم ببینم که وجود من چه نوع وجودی است و رسیدم به این شناخت که چون فکر میکنم همیشه من ابداع میکنه، پس من هستم. خب یک مثال میگوید این نوع شناخت یک علامتی به شما میدهد. وقتی انسان یک شناختی پیدا میکنه که این شناخت خودجوش است، مثل یه نوری تو دلش روشن میشه، اونجوری است، یک نجدی، یک شادی بهش دست میده، که شادی کسی است که کشفی میکنه. غیر از وقتی این است که شما یه چیزی رو به اصطلاح به شما میدهند، اون یک چیز به اصطلاح شادی متعین است، جبری است، واکنشی شما نشون میده. اما این یکی مثل یک نوریست که نتیجه اون عمل شماست. مثال دوم میاره که شما میتوانید، حالا وقت مطالعه هم کردی و رسیدی و به یه نتیجه، میتوانی از داوری خودداری کنی؟ مجبوری که بکنی؟ نه. بسیار انسان ها میرن یک کاری هم انجام میدن، دم آخر میگه که اندازه دور، پاره میکنه، کتاب مینویسه پاره میکنه، بذاری حاضر نیست داوری کنه. لحظه ای که میرسه داوری بخواد میکنه، نمیکنه. این حالت وقتی که زیر فشار و جبر چیزی کسی با سرنیزه از شما نخواد که سر به نظر بکنی، در اون حالت که خود تو خود به خود امتناع بکنید از داوری، نظر دادن، دلیلیست برای اینکه شما آزادید، اراده شما آزاده. اگر نه مجبور بودید، اراده آزاد نبود، ناگزیر بودید که داوری بکنید. و سومین مثالی که میارد همون شک روش متدی. میگه آجو من یه دور زمانی رسید، هرچی از اول عمرم تا اون زمان کرده بودم، یک دفعه گفتم همه باطل، در همه شک کردم. این شک متدی دلیل این است که اراده آزاده، وگرنه شما چگونه میتوانستی شک کنی در این که هر چیز در زندگی که از بیتالا همش باده؟ و این شک، خصوصا این شک به زلان دیفرانس ذاتی آزادی
یعنی چسبیده دیگه از آزادی نمیشه جداش کرد یا نه؟ مثلا اینجاست که سرشاخ میشه با مذهبی. میگوید که خدا میشود تصور کرد که ارادش از خود او. اگر چیزی شما تصور کنید که جعوز، این چیز موجود دیگه خدا نیست، خدا خارج نداره. از انسان اگر بخواد که آزاد عمل کنه در مقام خلاقیت و شناخت و اینجور باشه، به اصطلاح بر اون الگو عمل کنه که ارادش، اختیارش ثابت، هیچ ثابته بیرونی نباشه. خب اینجا میبینید که به اصطلاح به توحید نزدیک میشه، خیلی نزدیک میشه، وقتی میخواد که بگه آزادی چگونه انسان به دست بره. اما بعد کمی دورتر میبینید که دائم مجبوره با این محیط توافقی بکنه، سرانجام میرسه به اینکه یه تعریف روشنی نمیتوانه از آزادی بده، دو برداشت میده از آزادی به دست، طوری که الان میاد. چرا؟ میگوید که ما این بی‌تفاوتی نه ذاتیه، اینایی که میگوین این ذاتی آزادی است، ورداری اگر آزادی دیگه بی‌معنی میشه، بی‌مدوا میشه، خیر اینجور نیست. برای اینکه ما جنب سلا این بی‌تفاوتی جوهر آزادی انسانی نیست. چرا؟ برای اینکه ما آزادی نه تنها وقتی که از نادانی بی‌تفاوتیم، چون وقتی هم هست که ما نمیدونیم، چون نمیدونیم نظر نمیتونیم بدیم بین خوب بد سفید سیاه، و هم وقتی که درک روشنی پیدا میکنیم از مسئله، در اون وقت هم ما شروع میکنیم از بیتفاوتی، ولی بعد اون بیتفاوتی رو رها میکنیم. خب اون بیتفاوتی اول که از جهل بوده، اون که آزادی توش نیست، مثلا اون ناشی می شود از جهل ما. جهل هم موافق آزادی نیست. این بی تفاوتی دومی را هم وقتی علم پیدا می کنیم رها می کنیم، و اگر ذاتی آزادی بود نمی دارستیم رها کنیم. پس مثلا بی تفاوتی ذاتی آزادی نیست. به سخن دیگر، آزادی بی تفاوتی رو نه به کلی سلب میکنه، نه عفو میکنه، نه به کلی ایجاب میکنه. بنابر مورد گاهی ایجاب میکنه، گاهی هم نه عفو میکنه. ایجاب میکنه در آغاز رفتن به طرف علم، شما باید بی‌طرف باشی. نه عفو میکنه وقتی شما را میرسید به علم بعدی، حالی که در دید دینی چنین نبود. اون منقد کتاب، منقد مثلا تفکر دکارت میگوید که این در پرنسیپا آمد و این دوتا رو مترادف آورد، گفت که ما آزادی و بی تفاوتی داریم، یعنی اینا با هم یکی هستن به این معنی. خب نه، منقد اشتباه میکنه، و به معنی این نیست که این هم مثل اوست. در یه مثلا یک کسی گفت که من کتاب دارم و من هوش دارم، معناش این است که به اصطلاح این هوش و کتاب یه چیزه؟ نه، اون بی‌تفاوتی رو به همون ترتیبی که مترادف آزادی نمی آورد، گفت که جاشو باید پیدا کرد. کجا این بی‌تفاوتی ایجاب میشه میکند آزادی بی‌تفاوتی رو؟ کجا؟ نه نفی میکنه. اگر باشه دیگه شما آزاد نیستی. حالا شما فرض کنید رسیدی به علمی، قطعی هم از سر شما اگه خواستید بی تفاوت بمانید، یعنی در از آزادی چشم شدید دیگه، پس اونجا رفت میکنه. خب حالا با این مقدمات آزادی چیست؟ از دید دکارت میگوید آزادی انسانی قدرتی است که اراده دارد برای سرانجامی که به حاصل کار خرد میدهد. دو تا مفهوم هست، یکی به اصطلاح، حالا من به عنوان با کلمه خرد به کار بردم، که کارش این است که با به کار بردن روش به نتیجه میرسد،
با تلاش و به اصطلاح تجربه و تحقیق آنتاندمان میگن در فرنگی. تا میگه آزادی انسان اون توانایی است که اراده شما داره که بر اساس کار این خرد شما میگوید حکم میکنم، داوری میکنم، خود به معنای این داوری حکم میکنم یا داوری میکنم که مثلا این هستی هست، مجازی نیست یا من هستم. خب میگویم که اگر اینجور است که شما میگویید، این اشتباه هایی که انسان میکنه از کجا میاد؟ حالا به این جواب میده بودم. پس تا اینجا در دید دکارت آزادی عبارت می شود از این که شما نتیجه کار اندیشه رو، خرد رو یک داوری بکنید یا خودداری کنید در داوری. ملاحظه می کنید که در اینجا یک تیشه همچنین صاف اون ریشه باور دینی، مثلا فلسفه دینی که علم کلام اسکولاستیک وارد فرمودن، برای اینکه اون در اون دید آزادی و بیتفاوتی یکسان بود. ایشون میگوید که نه خیر، یکسان که نیست هیچی، اراده انسانی است که تازه روی اون محصول اندیشه یا داوری میکند یا خودداری میکند از داوری. در اونجا دیگه اصلا بیتفاوتی بودید ندارد و این آزادی، نه بی طرفی که تو میگفتی، اون تو به طرفی که تو میگفتی، یعنی من بپذیر که اونه که تو میگفتی حق است و این خیال میکردی که به اصطلاح بر همون سندیت تک میبری این حق است و تعبدی هم قبول کن، هیچ وقت هم درش شک نکن، اسمی نمیگذاشتی بی طرفی، دروغ میگفتی، این اسمش آزادی نیست، این نفی آزادی. آزادی وقتی است که شما هر تعینی خواستی به توانی بشید به خود بده. البته هر تعیانی خواستی به خود بدهی، اینجا الان از این حضرات مکتبی ها بود میگم این همون لاوالیگری است. مثلا خواستی به خود تعیان بدی، مثلا فرض بفرمایید که اوریان بری تو کوچه، با توجه به اون چی که راجع به خودجوشی گفتیم و شناخت علم قطعی گفتیم، شما میدانید که دکارت منظورش این نیست که شما تحت تاثیر هر عاملی هر تعیانی به خود دادی اسمش آزادی است. نه، آزادی وقتی است که خود شما به علم قطعی میرسی مستقل از هر عامل فشار آورنده خارجی، بله، تازه در اونجا خود آزادی که به اون داوری که رسیدی عمل بکنی یا نکنی، این اسمش آزادی. پس اون تعینی که در این مرحله، مرحله عالی که رسیدی به علم قطعی، اون تعینی که به خودت میدهی، کم و کیفی که به خودت میدهی یا نمیدهی، اون اراده که این توانایی درش هست اسمش هست آزادی. خب این یه نوع آزادی. آقا شما آقای دکارت قبلا هم گفتی که اون ولو بیتفاوتی درست، حالا در اونجا قبول، اما در اول گفتی که بیتفاوتی مرحله پایین آزادی است، اونم یه نوع آزادی است. بالاخره آزادی کدوم میکردیم یا آزادی همین است همون؟ چجور می شود که دو تعریف می شود برای آزادی کرد و اینا دعواشون شد چه تغییر شد؟ از کجا بدانیم که ما الان در کدوم مرحله ای؟ در مرحله تعیون بخشیدنیم یا در مرحله هستیم اون اولی کاریم که می خواهیم باید بی‌طرف باشیم؟ چون واقعا این علم که کشیبانی که نیست که ما بگیم بعد کردیم به دهمن که رسید قطعیه، از اینجا به بعد ما هر تعیونی دادیم آزادیم، قبل از او نباید بیطرف باشیم. آزادی ما یعنی بیطرفی، راجعه کردیم. علاوه بر این که خب همین از اینجاست که مسئله طرح می شود که اگر اینجوریست که شما میگویید این انسان چرا اشتباه میکنه، حالا این جواب میگه که انسان چرا اشتباه میکنه. میگوید که این درسته که جهت اراده و جهت علمیتیه، اراده اون چرا عمل میکنه که معمولا علم به اون میگوید، شما اگر در جهر مطلق باشی کاری نمیکنید، اما دامنه عمل اراده دورتر از علمه. اون کارهایی که شما در بیرون
اون چه که علم بهش رسیده عمل میکنید اشتباه اونجاست. و این است که من گفتم اگر میخوای اشتباه نکنی باید تا وقتی علم خطی پیدا نکردی داوری نکنی. همون شو؟ پس اشتباه اینجوری پیدا میشه، اشتباه به اصطلاح نتیجه ناقص بودن علم شما و نتیجه این به اصطلاح دوگانگی است که بین مرزهای علم هست و مرزهای اراده انسان. خب شما این فرمایشی که فرمودید آقای دکارت به درد گناه و ثواب هم میخوره، یعنی در دین هم همینجوره؟ میگوید خب باید چند نمیخوره در اونجا هم. خب خیلی کارا شما در امور دینی میدونید که باید بکنی، خیلی کارا هست نباید بکنید، ولی اون چرا که علم شما هست برای اینکه این کارا صحیح هست باید کرد، این کارا گناه هست نباید کرد. و اراده شما نه، کاری اراده اتحاد از اون علم نمی کنه، فراتر میره گناه می گم. خب اگر اینجوری که شما میگی که به اصطلاح اراده و علم قلم روشون یکیه، این مسیحا بهش می گفتن اون وقت، این ترکای کافر چی میگی؟ ترکای اون زمان مسلمان بودن دیگه، اینا از دید آیان خب غیر مؤمن کافر به شما می آمدن، چون اگه از دید ما هم اینها کافر به شما میاد. خب این باورش از کجا آورد؟ از علم آورد. بله این چجوریه که این علم یه علمی او رو کافر میکنه یه علمی رو مسیحی میکنه؟ از غیر علم آورد. پس این گردید تو میزدی خطاست. میگوید به این که اونی که من گفتم قلمروی علم، اینجاست که میرسیم به مسئله دوگانگی قلمروی علم و قلمروی دین. میگوید اون به درد روش کاری میخورد که انسان بخواد کار کنه و به یه نتیجه برسه. اما اینهایی که شما مثال میاری اینا چون نمیدانن کافرند. خب بهش میگن پس اینجور که شما میگویید باور میتوانه ضد علم باشه؟ اون وقت آسان نبود این حرف زدن، حالا آسان شده. در جای این روزا هم باز دوباره این دعوای دین و علم داره به هم نزدیک میشه، ولی یه مدتی این دوتا راحت میگفتن آقا حتی حرف دین نزدن میزه اونو بذکر، اما حرف علم داره میزن. اینجوری بود. خب میگوید اولا این حرفی که به من میزنید به همه اونهایی که آمدن عقل انسانی رو مبنا قرار دادن وارده. اگر فرض کنیم که این که میگید پس این باور میتوانه ضد علم باشه، بسیار همه اینهایی که آمدن گفتن انسان با عقلش باید ایمان برسد، خب اینو به همه اونا وارده میرم. اولا ثانیا ایمان ممکن است اینجور بگوییم که یک نوریست که خدا به دل انسانی میاندازه، به فکر انسانی میاندازه، روشن میکنه انسان، درون از درون انسان روشن میکنه، جوری که انسان تفهیم میشه که اون چه که تو داری بهش باور میاری همون است که من بهت پیشنهاد کردم. یعنی خدا به انسان این نور رو در درون انسان میدابونه، بعد به او حالی میکنه که اون چرا که داری باور میکنی علاقش توش نیست، همونه که من بهت پیشنهاد کردم، و انسان مؤمن میپذیره. اونی که این باور رو نداره اون این نور به تو نتابیده بدونه. این نور غیر نوریست که شما در نتیجه کار فکرت، نور خداییست، اون نور طبیعیست، نوریست که نتیجه کار فکر شماست، اندیشه شما عمل میکنه میرسه به یک علم قطعی روشن میشه. خود به خودم اینم در فارسی ما میگیم حالا روشن شد، یعنی فهمیدم که مسئله چیست. اون نور طبیعیست، اما این معنی از اون نیست که نور خدایی هم باشه. در واقع توجیهی میکند به این که حتی اون باور، باور دینی هم این علمیست. حالا گیریم که اون علم رو به اصطلاح بانیش خداست، خدا به دل شما میاندازد. یکی دوم این که جناب انتقاد کننده، آخه اون وقت یک کسی بهش به صدا نامونش رو انتقاد کرده، جناب انتقاد کننده این فرمایشات که ما فرمودیم، یعنی آقای دکارت
راجع به پیروی از بین حق و باطل نیست، راجع به تشخیص حق از باطل است. خیلی این دوتا مسئله با هم فرق میکنه. انسان به طبیعت از حق پیروی میکنه، اما حق چیست؟ این است که میگویم برو تا بهش برسی. اگر رسیدی به حق، وقت با از باطل پیروی نمی کنی. حالا که اون حرفایی که شما میزنید که پس اون چرا باور باطل دارد، خون نرسید است به حق. نه، اونی که باور داره حق میدونه، برو باطل نمیدونه، نمیگوید من پیرو به باطلم. پس این دلیل که او هم اگر یک یا اون نور خدایی بهش بتابه یا این نور طبیعی یعنی خودش بگذنه و به حق برسد، از حق پیدا میخواهد کرد. پس این حق که شما میگویید، میگفتید پس باور خلاف علم است، و این مسئله خیلی خیلی مهمیه مال اون در اون زمان. هنوزش هم مهمه ولی مال اون زمان، برای اینکه اون بر فلسفه نظری اون زمان و این زمان هنوز باور عقلانی و به اصطلاح علم و این چیزا نیست، بر اینا متکی نیست. تعبدیست بسیار چیزا رو میگوین، حتی در فروع دین که شما تعبدی باید بپذیرید. خب اگر این دکارت میامد و همچه توضیح پیدا نمیکرد، میزدن کمرش رو به اصطلاح میشکستن. حالا احتمال داشت که زورشون نرسه مثل گالیله ببرن محاکمش کنن، ولی خب این خودش هم اصلا حوصله این که چپ و راست بهش حمله کنن که آیتون منکر ضروریات دین شدی و فلان رو نداشت. خب میگوید حالا که محالی شد که فرق است بین این که شما تشخیص بدی حق چیست و باطل کدام است، و این که شما پیروی بکنی از حق یا باطل. حالا شما یکی تو دنیا گیر بیار که بگی که من میدانم این باطل است و پیروی میکنم. به این دلیله که در مورد حق و باطل دیگه بی‌طرفی آزادی نیست. به نظری که شما واقع شدی بین حق و باطل، برات معلوم بود که حق کدام است، باطل کدام. گفتی من بی‌طرفم، طرف باطل رو گرفتی. اینا این حرفا همش به اصطلاح اونی که به توحید نزدیکه. حالی که در مسئله شناخت اینجور نیست. در اون قدم اولی که شما وعی میداری هیچی برات روشن نیست، نمیدونی کدوم علم کدوم نیست، در اونجا باید بی‌طرف باشی. اما اگر دانستی رسیدی به که شد حق برای شما، خب خلاف اون میشه باطل. در اونجا انتخاب نکردی، یعنی از آزادی چشم پوشیدی، با بحثایی که کردیم و تا اینجا دیدی. حالا یه فرق دیگه هم این برداشت دکارت از آزادی پیدا می کند با به اصطلاح اختیار دکارتی یا آزادی دکارتی با آزادی اخلاقی دینی. چیه اون فرق؟ این فرق این است که این می گوید شما برو به طرف شناخت تا علم قطعی گیرده آوردی با نش. حالا هم که به دست آوردی آزادی که به بزیر یا رد داوری با شماست، می خواهی بکن بخواهیم. اونجا هر تعینی رو میتوانی شما بدهید. به اصطلاح اخلاق، آزادی و اختیار اخلاقی، نه هدفی که معین کرده از پیش میگوید تو این کارا رو بکنی به این نتیجه خوب میرسی، این کارا هم بکنی به این نتیجه بد میرسی. پس در واقع از پیش شما رو مجبور میکند که این کارها رو بکنید. به اصطلاح اخلاق جبریه. از همینجا معلومه که باز متوجه بوده که سنویت با جهد مراده میذاره، با در سنویت نمیشود دو تا پایه شما قبول بکنیم بگه ها این همین مثل چیز اخلاقی اخلاق که اهل دین می نویسند، اینها خوب اینها بد، و شما حالا بگیم اختیار دارید اینو بکنید یا اونو بکنید، و اونم نتیجه به نظرت وسط این خط. خب معلومه که شما در اینجا ابداع اختیاری ندارید. از پیش معلومه خوبش چیه بدش چیه، اون رای را رفتی میدیسی اون نتیجه فرض منابر اون دستورات اخلاقی، اون رای رفتی میدیسی به اون نتیجه مجبور بود.
مجبور از جهت این که شما یه احکامی رو خوب بوده عمل کردی یا یه احکامی که بد بوده عمل کردی و از اینجا هست به اصطلاح تازگی فکر دکارتی. به اصطلاح دو تازگی مهم داره، یکی این که چنان که دیدید نظریه چیزی نیست، بلکه یک رفتار و روشی رو پیشنهاد میکنه، میگوید این روش فکر ببری میشوی آزاد. اول آزادی بیتفاوتی در شناخت، آخر آزادی به اصطلاح شناخت کامل است و اون تعیونی است که شما میپذیرید یا به خود میدهید، در واقع میپذیرید. دومی و مهمتر که در اینجاست که خیلی دعوا با مذهب اون بحث سخت شد، این که انسان رو در زمان قرار میدهد، چون این انسانه که باید ابداع کنه دیگه، علم فکر کنه و بشناسد و نتیجه برسد و حالا تصمیم میگیره، این میشه آزادی. پس ناگزیر باید رها باشه از عامل گذشته اگر بخواهد عمل بکنه طبق اون چیزهایی که در گذشته صحیح شمرده میشدن هرچی بودن. اون خودجوشی را ندارد، عجبته دارم بیترفی را نداره، به شناخت علمی هم نمیرسه، برای اینکه یا اون مثلای از اون گذشته اطاعت میکنه که در گذشته مونده، یا اینکه سعی میکنه او رو توجیه کنه بخواد رها بشه از این گذشته، باید که خودجوش بشه، بنا رو بگذاره بر بیطرفی، بره به طرف شناخت، اونی که به دست میآورد به طور خودجوش اون علمه، قطعی که کرد آزاده. خب این در واقع همون شک روشی که گفتیم، گفت من همه گذاشتم و یه دفعه گذاشتم بهش، این ترازوی شک همونه. حالا این یه دفعه مال خودش گذاشت، این دفعه تمام گذاشته رو گذاشت به ترازوی شک. از اینجا بود که به اصطلاح اون چیزای مذهبی سخت براشفته شدن. حالا در بحث بعدی این برخوردهای این رو و اثری که گذاشته و تحول فکر آزادی در غرب بحث خواهیم کرد، ولی تا اینجاش متوجه شدید به این که به اصطلاح آزادی در دید او چیز موجودی نیست، یه مایه‌ای در واقع میشه گفت، یک مایه‌ای مقایم مثلا چیز معلوم باشه که چی مخواد بگه، این مایه‌ای در ما هست، امکان قوه پتانسیالیتاست، یک قوه سی استعدادست. حالا شما این رو به کار بردی، رسیدی به یک علم قطعی، حاصل این تلاش شماست آزادی، در اونجا واقعیت و فعلیت ایام. پس این از نظر زمان حال و آینده است، با تقریب گذشته چه می شود؟ ها تقریب گذشته چه می شود؟ یک سره بگیم که این گذشته است، به ما ربطی نداره، خود نمیتوانیم بگیم، درست از اون چیزاییست که به اصطلاح باید در مقام انتقاد به این فکر دکارتی وارد کرد. گذارم در بحث بعدی میبینیم که به این مسئله چجوری برخوردیم، چون شما گفتی که من از هر عاملی خارج مستقل، اما من کی هستم؟ گفتی من فکر میکنم بس هستم، اما این فکری که شما هستید و میکنید این کیست؟ 99 درصدش گذشته است، یک تعیونیست که خودش محصول تا آقا بشود آقای دکارت، هزاران سال این فرهنگ بشری تحول کرده 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 محصول شده آقای دکارت. پس شما گذشته، شما فلحال گذشته دیگه، خودجوش هم نیستی، یک تعیونی داری. چگونه میتوان از این تعیون رها شد، بیطرف شد نسبت به این تعیونی که من دارم تا حالا؟ گیریم به اینکه همین حرف هم که موهم میزدی دلیل به اینکه میدونستی متعیلی، مثلا در همونجا میگه که توی همین کتاب وقتی انتقاد ازش شده، میگه اون ناشرش میشه که میگه فلان جو دو جمله رو میمیسه اضافه میکنه چند جا، یا یه جمله یا نصف جمله یا کلمه عوض میکنه، میگه اینا رو بذارید توی کروشه که خواننده حالش بشه که اینا تحت فشار کردن، نه اینکه واقعا فکر من بوده. ولی خب حالا بیافتیم توی بحثای پایان نقاجی، اصلا نگذارم به من ما چی گفت، مثل امام فخر رازی که رفت منبر
گفت که هر چی دیشب گفته بود فردا شب برای عکسش گفت. یکی فایل منبر یکی از شاگرداش گفت دیشب شما ثابت کردی که این طرفداران اسماعیلیه اینا همه کافرند و زندیقن و فلان هم امشب آمدی میگی اصلا از اینا مومنتر کسی نیست. گفت حجت قلی بود اینجوری که گفت حجت این دیشب کارت گذاشته اینجا ملاحظه کارت گذاشتن اینجا. حالا اینا همین کار کرده با اون کرشه خواسته بگه که حجت قلی است. پس همین حجت قلی است پس یه تعیونی داری چگونه میشه باید رها شد از این تعیون؟ دقیق که بشید ملاحظه میکنید که این دو تا موجود نیستن که شما بگید که انسان انتخاب میکنه بین این اون. باطلی وجود نداره. باطل خلافی کار خلافیش که انسان انجام میدهد ایجاد میکنه. ولا خود به خود باطل چیست؟ چیه باطل تو این هستی؟ باطلی وجود نداره. باطل ناشی میشود از عمل انسانی. این عمل انسانیست که این صفت پیدا میکنه باطل یا هر. مگر بر سنویت بری بگی که بله اون همون در دید سنویت حق و باطل هر دو وجود داره. دنیای خالق شر خالق خوبی همه وجود داشتن، شر رو یکی خلق میکرد خوبی رو یکی، این دو طرف با هم دعوا داشتن تا یکی بعد دیگری غلبه کنه. اگر بگی که این دو دنیا دو تا خالق شر رو خیر و شر وجود دارن، خب این قبلا که اون گفتیم گذشته بودی و تعجب داشتی، فعلا هم در حال آینده هم که داری فکر میکنی تا به اون حقیقت برسی این حق و باطل وجود دارن دیگه. این فرسون وجود دارن. خب اینا تأثیرات چرا بر شما میگذارن؟ چگونه شما میگی به علمی که رسیدی این علم قطعی و روشن و هیچ بود ارزش نمیداره؟ مگر اینکه بگی نه باطل من فرض کردم، مثل قضیه ساعت میشود و هگل مدتی اون ساعت با این دیالکتیک بررسیدی از این چیزی در نمیاد. آخر سر به این هگل گفت که آقا جون این نیستی رو تو ساختی. آخه نیستی نیست، تو آمدی یه نیستی رو ساختی، فرض کردی، ایجاد کردی خودت. میگویی هستی در نیستی گذر میکنه. آخه نیستی نیست که هستی در رو گذر کنه و با این گذر متعین میشود. شعر غزل میگفتی آخه نیستی مثل این هست که مثلا من بگم آها این تعیون یعنی حد پیدا میکنه دیگه، طول و عرض و کم و کیف و اینا پیدا میکنه، متعیون میکنه یعنی. خب این هستی میگه قبلا تعیون نداشته شب. بعد یه نیستی فرض میکنی که خب به معنی که تو فرض کردی پس این هستی قلابی بود و این هستی هستی نیستی کجا بود که تو این درو گذر کند و حد پیدا کند بشود آقای حسن، آقای تغییر، آقای محسن. بله؟ پس این باطل هم شما یا عمل میکنیم بعد در میاد میگی باطل، یا اینکه ذهنم میسازی دیگه یه خدای شرعی فرض میکنی هر چی خوشت نمیاد نسبت میدی به اون، میگی که اینا رو او ساخته، اصلا میسازه. هست در وقتی که دو دنیای خیر و شر هست، اولا تشخیص این که خیر کیست شر کیست این خودش مسئله است. از کجا تشخیص میدی این خیر و شر هست؟ بچه‌ست. بله اینها یک رشته انتقاداتی است که به این چیز وارد میشه. به این دلیل هم هست که آزادی رو نتونسته یه تعریف عمومی بهش بده. مجبور میگه جا این به اصطلاح مساویس با بی‌طرفی، یه جا مساویس با حذف بی‌طرفی. حالا اگر فرض کنیم که این باطل در واقع نبوده حقه، و ناچار باید که ما ضابطه‌ای داشته باشیم برای تشخیص حق. اینجاست که شما میبینید که اون اصل راهنما، اون اصلی که بر اساس او اندیشه به قول ایشون خرد راه میفته، بیطرفی رو ممکن میکنه. اون کدوم اصله که بیطرفی رو ممکن میکنه و ذهن شما رو رها میکنه حتی از تعیونهایی که نتیجه فرهنگ دراز بشری. هر موجودی شما فکر کنید 98-9% این گذشته است. هر موجودی سیستم اطلاعاتیش پر از یک اطلاعاتی است که طی هزاران سال بلکه میلیون ها سال آمده انباشته شده اونجا. اینکه فکر کنید که اینا رو میشه بعد که ها هیچ و پوچ نه، ها دو جور میشه. یه جور این که شما به کلی همون رو تکرار کنید، یه جور می شود که دکارت پیشنهاد میکنه
شک کنید در درستی اونا. خب اگر اونها رو بخواید تکرار بکنید مشکل زیادی ندارید، طبق همون اصلی که گذشتگان زندگی کردن شما هم زندگی میکنید، در گذشته هم میمونید. بخواید بگید اصلا من گور و پدر این گذشته اصلا ولش نفت کردم، خیال میکنی نفت کردی، وارد میشی توی زمانی که شما در اون زمان خلایی چی اصلا نداری، هیچ ثابتی نداری، با چی میخوای این زمان رو حال و آینده با چی میخوای بذاری، سرمایه نداری. مثل اینکه با دست خالی شما بیدی که بدون هیچ سرمایه بخوای بری تجارت کنی یا بیشتر از اون سرمایه گذاری کنی، تازه موشک قاره‌پیما هم بسازی، گران داری سرمایهش هم که هیچ نداری. ها این بله شک کنی یعنی تبدیل کنی گذشته رو به سرمایه، معناش این میشه. شک کنی یعنی نقدش کنی، ببینید انتقادش کنی، صحیحش از غلطش جدا کنی، با اون صحیح ها بری به طرف قطعی کردن علم. فرض کنی اینجوری میشود، اینکه نگفت تا علم قطعی پیدا نکردی نیست، میشود این. فرض کنیم که پدر شما و جد شما تا برو بالا اینها یه رشته دنبال علم میرفتن، مثلا فرض کردن رفتن ببینن که این درون اتم چیه، فرض کنیم فیزیک دان چند میلیون سال پیش از اونجا راه افتاده تا رسیده به سرکار خانم زیبا. حالا ایشون میخواد دنباله کار رو بگیره، این میشه بعد اون گذشته رو سرمایه کردن، نقد میکنه، میگه این کارهایی که مثلا پدر من انجام داده در زمینه فیزیک این کاراش درست، این کاراش غلط، غلطاش هم این تحصیل میکنه، این هم میره جلوتر. در این صورت شما میتوانید از این جبر گذشته رها بشید، توجه کردید؟ و گذشته رو در واقع تبدیل میکنید به سرمایه. اینجا همون منطبق میشه با روش دکارتی که شما علم رو ادامه بدید تا قطعی کنید، اما شرطش این است که این کار رو بکنید، نه اونجور که او میگفت، اینجور که من گفتم الان برای شما. یعنی اگر بخواییم همین کار رو با خود دکارت بکنید، مگر اینکه شما بگید که خود این حرف زده، حالا در بحث بعدی معلوم میشه که خود این حرف زده یا نه. حالا تا اینجا که این حرفایشون رو شما امشب شنیدید، این زمان انسان است و زمان یعنی از لحظه که شما شروع میکنید به ابداع. اما این کی هستی که ابداع میکنی؟ این خودجوشی که تو میگی، این خلک یه دفعه که به قول چیز آسمان نتره باز نشد تو بیفتی نا ابتدا به ذاتر بدون هیچ گذشته ای تا خودجوش شروع کنی رو بری بهش که نبود که، تو آدم در بهش که نبودی که، تازه اونم از گرد هستن، اونم هزار که سیستم چیزی داشتون همچه علی گفتن که از قبل از آدم بگی کی بود، میگه من همجی آدم، هنوز اون هم به اصطلاح اونجور که شما بتونی بگی من بودم و خدا و دیگر هیچ اینجور نبود. دلیل این که شیطان آمد و من شد خیر سبونی من هست و این آقا هم کشود و از بهش آورد بیرون. پس در اونجا هم اینجور که بگیم گذشته هیچ وجود نداشت نبود که خودجوشی خودجوشی خالص باشد، که شما باشی و خودت باشی و راه بیفتی و وقت رسید به فلان و اسمشی بذاری آزادی، نه، شما دنبالی یک راه تحولی هستی، یک بیلون پالاکی هست. حالا که رسیدی به اینجا دو جور میتوانی با اون گذشته برخورد کنی، یکی بگی اصلا من کاری با اون گذشته ندارم، برای او کار با شما کار دارد، کافی نیست شما بگی من با او کار ندارم، یکی این که بگی من این گذشته رو یه علمیه فرض میکنم آمده تا اینجا، منم اینها رو نقد میکنم، خوبش قبول میکنم، بچه‌ها میگم بعد میرم یه پله جلوتر دیگه هم ادامه میده. این دومی بله شما رو به اصطلاح میرسون اونجا که میتا اراده شما آزادتر میشود، برای اینکه میتونی انتخابای بیشتری داشته باشی، به اصطلاح بخوایم ساده کنیم حرف ما، غیر از این باشه نه شما آزادی نداری، چه نقد کنی گذشته رو چه یک سره قبول کنی گذشته رو، بگه هر چی بوده خوب بوده، در هر دو حال میشی مثل ملت بیچاره ایران، یه دسته داریم اصلا میگن این گذشته نمیشه تمام، اصلا کاری به کارش ندارم، پیش معلوم نیست چه کارم. پس ما بخواهیم به اصطلاح از این دعوای خیر و شر حق و باطل راحت بشیم، باید از این فرض راحت بکنیم خودمون رو، یعنی بخواهیم از جبر رو بیاییم بیرون، اون از این دوی که دنیا یه طرفش یه خدایی داره که شر درست میکنه، یه طرفش یه خدایی داره که خیر درست میکنه،
و هر دو اینها وجود دارن، اگر بخوایم در این دنیا به مسئله آزادی جواب پیدا کنیم، این جواب ندارد، آزادی وجود ندارد. اگر بخوایم برای این آزادی چی جواب پیدا بکنیم، ناگزیریم که از این دنیا بیایم بیرون. بخوایم بیایم بیرون، باز ناگزیریم یا بیریم که هرچی هست شر خیری وجود ندارد، یا بیریم خیر شری وجود ندارد مگر اون چرا که انسان برخلاف حق عمل میکنه. اون چه حق از شما نمی کنید اسمش میشه شر. مثلا سلامت رو فرض کنیم که حق باید. اگر شما میکروبی در آشامیدنی، خوردنی، نفس کشیدنی میکروبی وارد بدن کردید، این خلاف حق باید. استراحت فرض کنیم که حق باید. اگر شما به بدن به زور بیشتر از آن چه میکشد تحمیل کردید، خلاف حق باید. به اینجا که رسیدی می توانی اون وقت راجع به آزادی چیست فکر کنی، برای جواب پیدا کنی. اما برای اینکه شما حالا برسی اینجا بگیم خب از کجا بگیم این حق و باطل، چه چیز حقه، حق چیست، اونجا باطل میشه باید به اصل راهنما. یه اصلی میخوای که بگی هرچی با اون خورد حق است، هرچی با اون نخورد ناحق است. اینجور که از حرفای دکارت شما امشب شنیدی، به احتمال زیاد این متوجه این معنا شده که بر پایه سنویت نمیتوان نه به علم رسید نه به آزادی. در واقع پیشنهادش اینه، مثلا بخواهیم روشن کنیم، میگه از دویت هر وقت شما رسیدید به یگانگی که همون علم قطعیست، شما به آزادی رسیدید. آیا این رو به این صراحت میتوانست بگه و نگفته، یا اصلا فکر براش مبهم مونده و بیش از این صراحت پیدا نکرده، بیش از این چی گفته؟ در هر حال اون چی که گفته این است که شما شنیدید امشب در مورد آزادی. البته در واقع او میگوید که شما بی طرف بمانید، یعنی فرض میکند که باید دو طرف باشه که شما بی طرف باشید. میگه ولی بی طرفی که معنی نمیده، اندیفران، پس باید یه دیفرانسی باشه تا شما بین این دو طرف اختلاف بی طرف باشه. خروج از این بی طرفی وقتیه که شما میرسید به علم قطعی. پس گذار به اصطلاح مثل آزادی شروع میشود. اولا شما باید پایین ترین حدش که در اونجا اگر بی طرف نباشید اصلا نمیتوانید به آزادی برسید، به آزادی کامل، از بی طرفی بین دو چیز، حالا دو فکر، دو نظر، خوب بد، یه اختلاف، دو پایه. از این دو پایه وقتی شما رسیدید به اینجا که دسترس دارید که حق کدام است، اون علم قطعی پیدا کردید، اون وقت آزادی شما کامله. پس آزادی یک حرکتی است از دوگانگی به یگانگی. میگه خب اگر اینو میگفت اون دو تا تعریف شده بود یه تعریف، پس از اون ایرادی که بهش وارد کردن که شما بلاخره هم نتوانستی یه تعریف پیدا کنی رها میشد. بله رها میشد. این فرمولی که الان من به شما دادم که آزادی حرکت است از دو به یک، اون وقت این ایراد به شما میگرفتن، این ایراد بهش وارد میشد. خودم متوجه بوده به این دلیل نتوانستی یه فرمول بکنی، ممکن هم اصلا نبوده، فرض میکنم که بوده. من برای اینکه نمیخوام بگم که اون فیلسوف بسیار چیزا تو ذهنش خیلی چیزا ابتدایی مبهم بوده که الان ابتدایی به نظر میرسم آدم قرن 17 اوائل قرن 17 1650 وقتا، البته این چیزایی که الان برای شما ساده میرسه اون وقتی مسئله خیلی پیچیده و قامزی بوده. اگر میگفت که این آزادی حرکت است از این دویت سنویت به توحید یا یگانگی، میگفتن خب تو از کجا این اصل دو رو پیدا کردی؟ حالا من از اون تا که اول راه میفته از کجا بدونی که هم این طرفش هست هم اون طرفش هست؟ اینجوری نمیگه، کار علمی نیست. تو خودمون یه علمی است که من بدونم که هم این هست همون، حالا ببینم کدوم باید انتخاب کنم.
یا باید اصل قرار بدم که این دویت اصل را بیفتم. خب بعد چجوری میرسم به اون وحدت؟ همین ایرادی که به این دیالکتیسیان ها هم وارده. اگر اصل نیست، اصل هستی اگر بر دوست، چجوری من میتوانم آزاد بشم از این برم بیرون؟ اگر نه، نتیجه کار فکره که رسیده به این که اینم ممکنه صحیح باشه این نظر، اون نظرم ممکنه صحیح باشه. حالا من موندم به این دوتا. میگه بخوای آزاد بشی از اینجا باید بی‌طرف باشی، ببین این دوتا بری تا برسی به یک نظر که علم قطعیست. کدوم یکی از این دوتا است؟ تو کار فکر به طور چیزی مثلا فرض کنی انسان مخواد داره یه چیزی ببینه این چیه، فرض نمی کنه یه چیزی غیر از خودشه، سعی می کنه ببینه اجزاش چیه، خاصیتاش چیه، چه چیزایی ازش حاصل میشه، چه نتایجی میشه ازش گرفت. خود به خود این کار می کنه. اختلاف وقتی پیدا می شود به این نظرها که انسان از اون شناخت آمده رسیده به جایی که نمیدونه این صحیحه یا اون صحیحه. اون وقتی که به اصطلاح یعنی اون چیزی که مایه حرکت فکر میشه اونجوری پیدا میشه. مگر اینکه شما نه از ابتدا بگی که عرض بر دوست اونجا اگر گفتی خب بیطرف نیستی، خب نه از اون تعریف خود بگردی، چون فرض این بود که شما بیطرف باشی را بیفتی. شما فرض کردی خیر دوتاست، درست؟ بر چه اصلی میشه بعد بیطرف بود؟ وقت انسان خود جوش بشه اون بر اصل موازنه عدمی. چرا؟ برای اینکه اونجا انسان با تعادلی، تقابلی، تضادی از انواع دوگانگی ها همه رهاست، یعنی به صورت عجب رهاست، میتوانه راه بیفته. حالا به هر نتیجه رسید با آزادی میپذیره، مجبور هم نیست. حالا در حرکت فکر میرسه به این که مثلا فرض کنید که برای این حجم چقدر انرژی لازمه برای اینکه گرم میشود، باز این گاز اینجا رو روشن کنه مناسب تره یا گازوئیل بکنه مناسب تره. این نتیجه حرکت شناخته که میرسه به اینجا. حالا میگه این ادامه بده، بعد ادامه میده مثلا فرض کنه آخر سر رسید که گاز مناسب تر است و حکم صادر میکنه که گاز مناسب تره، میره گاز میاره نصب میکنه. اما اگر از ابتدا شما گذاشتی که گاز و گازوئیل، بله، بر این اصل خاصی را بیفتی، خب این از کجا آوردی گاز یا گازوئیل؟ از عدد بود. خود شما دیگه بیطرف نیستی، از ابتدا تابع دو حکمی هستی. شناخت شما رو به اینجا رسونده بود، شناخت قبلی دیگری آمده، قبلا گاز درست کردن، گازوئیل هم درست کردن، همون حرفی میشود که من زدم. یعنی شما الان گذشته رو انتقاد میکنی، میرسی به این که برای انرژی کدومش مناسب تره. این دومی مال حرکت طبیعی فکره. ممکنه شما برسید 10 تا انرژی، برای من 2 تا شو گفتم. همین الان انرژی اتمی هست، انرژی آفتاب هست، انرژی نفت و این چیزا هست، بله؟ حالا انرژی های دیگه هم هست، هیدروژن هم میگم بخوام فردا درست کنم هست، مهران ممکنه 10 تا دیگه هم بشه کنم، من نمیم اینایی که من میدارم این هست. حالا شما مخواهد به این انتخاب کنید، اما اینا تا اینها هست که اولیش کس نمیدونه زده آتش هست. از روزی که فهمید که آتش رو میشه انرژی رو میشه باید بکار برد، همینجور آمده تا الان انواع براش پیدا کرده، بله؟ پس حالا که از اینجا که بخوای را بیفتی، این نتیجه فکر نه اینجا اینا اصلی تو هستی، اصل بر این است که اینجور، اصل بر این است که انرژی یکیست، حالا اشکالش فهم میکنه. شما مخواید بهترین شکل برگذاری، اما اگر شما اصل رو گذاشتی که از ازل این انرژی ها چند دوتا هست، هر بردوگانگی انرژی است، چگونه میتوانید در اینجا بیطرف باشید؟ و من اونجا فرق از یکیه. پس فرق مثلا اختلاف ها یا دوگانگی ها یا چندگانی ها یه رشته هستن که مثل شما از ابتدا به صورت اصل میپذیرید، این مخل آزادی است، بلکه نمیگذاره شما بیطرف باشید. یه رشته دیگه نه هستن که نتیجه عمل اندیشه است. در عمل میرسی به اینکه مثل که اینم یکی اونم یکی اونم یکی، حالا میخوای انتخاب بکنی، اون وقت باید ادامه بدی که بهتر میشه انتخاب بکنی. این دومی مخل آزادی نیست، روشن شد؟ بر کدام اصل شما میتوانی از اون اولی خلاص بشی
و این در این دومی بی‌طرف بمانیم. تمام مسئله اینجاست، خوب روشن شد؟ چون این اصل بحث دکارتی و از این به بعده فرق بین این که شما چندگانگی رو به عنوان اصلی که از ابتدا بوده تا انتها خواهد بود بپذیری، در اون صورت بحث آزادی بی‌معنی است و این ممکن نیست. اونجا جبره، بر سندیت جبره. تمام اونهای هم که معتقد به سماویت بودن، معتقد به دترمینیسم بودن، معتقد به جبر. یک نوع چندگانگی های دیگری وجود دارند که نتیجه حرکت اندیشه است، به دلیل که علم قطعی نیست. میرسی شما به چند دید، چند معلوم. چون علم قطعی نداری، نمیدونی که کدوم از اینها علمن، کدومشون کمتر علمن، کدومشون اصلا علم نیست. بخوای از اونجا حرکت اندیشه ادامه پیدا کنه تا نتیجه، باید بین اینها بی‌طرف باشی. بر کدام اصل شما میتوانید در این اولا گرفتار اون چند اصلی قبل از عمل نشی؟ در جریان عمل هم به این چند تا که رسیدی بی‌طرف بمونی. این است اون اصلی که اگر پیدا کردی میتوانی بحث آزادی رو به نتیجه برسونی. نظر من این است که دکارت بسیار نزدیک شده به جرچه از دکارت به این طرف رفتن با دنبال اون سندیت. دکارت رو روشش که همین الان هم فرانسوی‌ها به کار میبرن خیلی کم هست به این صورت که ما امشب بحث کردیم به کار ببرن، در این روشی که از او مونده و به کار میبرن. ولی او لاجرم به این نکته رسیده که آزادی بر سندیت ممکن این است که میگوید در ابتدا حتی پایین آزادی بی‌طرفی است، یعنی باید دوتا باشه تا این بی‌طرف باشه تا برسه به رهایی از این دویت، اون وقت این آزادیش کامل میشود، اونم به علم حاصل میشه، نه به هیچ نوش دیگری. یه رایی هم گذاشته برای عرفان، میگوید که در بعضی مواقع بعضی ها خدا در دلشون یک نوری می اندازه، اون میگوید اون نور خداییست. اینه که من پیشنهاد می کنم نور طبیعیست. خودت که کار کردی، فکر کردی، به نتیجه رسیدی، این نتیجه به شما دلت روشن می کنه، فکرت روشن می گیه، روشن شما میشه، شادی به دست می گه. این معلوم می کنه که خودجوش بودی، به این نتیجه رسیدی، به این ترتیب شما آزاد می شه. پس آزادی عبارت از اون ارادهی که میتوانه داوری کنه بعد از تحصیل علم فرد. در واقع اون ارادهی که در آغاز حرکت فکر بی‌طرفی رو حفظ میکنه در بین دو، در انتها حکم صادر میکنه بعد از علم قطعی، این اراده آزاد هست. این هم به آزادی از دید دکارت. درچه خیلی این فکرش گفتم به هم مشکل بود، اما حالا این غیر از مطالعات قبلی من این بتوانم برای شما آسان بیان کنم، دیروز امروز چند بار این رو تمرین کردم و تو ذهن خودم و دوباره یه دفعه هم به فارسی رو فهرست کردم که بتوانم برای شما ساده بگم. باید حال مطمئن نیستم که توانستم ساده بگم، اما یک دستوری خود این دکارت دارد که این رو داری به شما بازگو میکنم. اون متد رو که نوشته ای خانم بدان، اینو باید ده ها بار بخوانم. حالش بوده که جوری می نوشته که هیچ کس نتونه بهش حمله کنه، پس برای اینکه کسی اون که بخواد که دو ساعت دو دفعه سه دفعه بخونه میگفته مثلا این اهل درده، میدونه که من دنبال روشه. اونی که نه دنبال روش نیست، دنبال پولمیکه به اصطلاح جدله، یه دوخان دفعه دو نفر میگه خب ولش کنیم که کسی نمیفهمه بی خودی چرا بگیم اینجا رو مردم متوجه کنیم، ولش کنیم. اونا ما رو به حال خود میگذارن. اونی که دنبال میخواد بره ببینه که من چه گفتم، اون دو بار سه بار میخونه بالاخره میفهمه من چه گفتم. پس اگر این بحث امشب با اینکه من خیال میکنم نه خیلی مشکل نشد، ساده در آمد، با این حال اگر دیدید که مشکل است دو سه بار این حوار رو هم گوش کنید، و اگر مسئله‌ای بود که الان می‌کنید بازم اگر ما در مجلس بعدی بکنید.
گیریم به اینکه در مجلس بعدی ما هنوز دکارت رو جاشو در جدل‌های فلسفی و اون دوره موضوع بحث قرار می‌دیم.